بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان و امیدوارم که حالتون خوب باشه توی این جلسه ان با هم میخوایم یک سری از گزینه های این بخش بالایی نرم افزار پریمیر پرو ورژن 2023 رو این بخش منوی بالا رو با هم یه بررسی داشته باشیم عزیزان این بخش بالایی منوی خودمون رو داشته باشیم خیلی از این گزینه‌ها عزیزان تکراریه و اینکه ما توی جلسات قبلی یا بل اخص جلسه قبلی خدمتتون توضیح دادم مون یه سریاش جدیده و قابلیت های خیلی خوبی رو داره در اولین بخش ما بخش فایل رو داریم نیو میتونیم در واقع یک, لا... یک چیز جدید ایجاد بکنیم یک پروژه جدید سکانس جدید یک لایه‌های جدیدی که در واقع ما این همین بخش پایین بود وقتی کلیک می‌کردیم میتونیم سری کارا رو انجام بدیم ما یه گزینه در عنوان نیو پروجکت خب یعنی چی ما اینجا اگر بخوایم که موقعی که داریم با پریمیر کار می‌کنیم خب میخوایم که همزمان روی دو تا پروژه کار کنیم بعضی اوقات از این یکی فایل بدیم به اون یکی اون یکی فایل بدیم به این یکی روی دو تا پروژه همزمان با هم کار بکنیم میتونیم در واقع بیایم از این بخش مثلا یه پروژه رو در واقع ایجاد بکنیم مثلا از صفر تا صد یا مثلا یه دونه پروژه رو از این بخش اوپن بکنیم همزمان این که ما در واقع یک پروژه باز روی کارمون داریم من این کار رو بهتون پیشنهاد نمیدم ایزان واسه اول کار این کارم شما نکنید باعث گیت شدنتون میشه توی مدیریت پروژ ها تو پنجره هاتون و مدیریت خود پروژه هاتون باعث گیج شدن شما میشه و اینکه لایه رو گم میکنید و سکانس ها با هم قاطی پاتی میشه اول کارتون من اینو بهتون پیشنهاد نمیدم اما در جریان باشید که شما میتونید همزمان مثلا روی دو تا پروژه به صورت همزمان کار بکنید و هم در واقع پیششون ببرید خب که مثلا اینجا ما میتونیم یک سری از لایه جدید درست بکنیم یا مثلا میتونیم یک پنجره رو باز بکنیم یا پروداکشن بکنیم که کاری بش نداریم خود پروداکشن چیه خود کلوز رو داریم که مثلا میاد در واقع همین پنجره که مثلا ما انتخاب کردیم حالا چه پروگرام باشه چه افکت باشه هر چیزی میاد مثلا من این آدیو ترک میکسر رو مثلا اگه انتخاب بکنم کلوزش بزنم اون رو میبنده خب برای این کلوز پروژه کل پروژه رو میاد میبنده و ازتون از میپرسی که آیا سیوش بکنیم یا نه من اگر کنسل بزنم کلا خب. کل عملیات کنسل میشه سیو داریم ایزان آقا همین پروژه رو سیو کنه سیو از یه دونه کپی ازش بگیره برای ما و یه دونه کپی ازش داشته باشیم و روی اون کپی کار بکنه و در نهایت مثلا ایمپورت رو ما داریم که آقا مثلا میخوای فیلم وارد بکنی بتونی راحت و بیدردستر سر فیلم وارد خود کار بکنی میرمش در این بخش و اکسپورت رو ما داریم خروجی گرفتن که ما چندین نوع خروجی گرفتن داریم که ما در نهایت ایزان توی جلسه بعدی ان میایم و خود کلیپی که کار کردیم رو میایم رنگ بخش رو خروجی میگیریم از طرفی پروژکت ستینگ رو داریم که مثلا آقا من روی جنرالش کیپ گام یه سری تنظیماتی رو داریم که آقا مثلا آیا برای پلی بک شدن و خروجی از فیلم ما مثلا برساس اساس جی پی او باشه نباشه این گزینه هاش حالا خاصه که من ترجیح میدم در واقع بهتون این رو بگم که الان دستش نزنید کلا این گزینه رو بذارید رو هم حالت نرمالش باشه اینا حالت استاندارد ما کار, ما هست و در نهایت گزینه های خود فایل خیلی گزینه های جذابی نیست اما خب بودن اینکه دونستن اینکه آقا همچین گزینه‌ای وجود داره برای کار شما خیلی خوبه مثلا یکی از های خیلی خوبش میدونید چیه شما اگر بخواید که خود همین پروژهتون رو خب همه فایلایی که توش هست همه چیزی که استفاده کردید رو میخواین یه دونه کپی ازش بگیرید با همه فایلای توش ها دقت بکنید با همه فایلای توش یعنی آقا همه این فایلا شما اگر بیان از این بخش فایل سیو ازو بزنید خود پروژه رو برای شما یه کپی میگیره نوشته آقا کلاس داد پی آر پی آر او اگر شما بخواید کل پروژه رو در واقع برای شما کارش رو انجام بده شما میان در واقع در بخش پروجکت منیجر و اینجا اون مسیری که میخواین رو انتخاب میکنید و در نظر گزینه اوکی شما کلیک میکنید این وسط میاد کل خود این فایلهایی که دارید کل پروژهتون رو فایلاشو همه اینا رو کنار رو هم میذاره خیلی چیز خوبیه دیگه از بعد آ مشکلی گم شدن فایلاتون رو پیدا نمیکنی خیلی چیز گزینه خوبیه خیلی گزینه خوبیه این قضیه بخاطر همین گزینه رو هم مد نظر داشته باشید گزینه بعدی ادیت آ در بخش ادیت ما چی داریم کنترل زد کنترل شیفت زد. کات و کپی و پیست اتریبیوت و ریموو اتریبیوت و همین این گزینه رایپل دیلیت که هست میدونید چیه شما اگر اینجا دلیت رو بزنید حالا من این لایه ادجاستمنت رو دیلیت میکنم بذارید من ادجاستمنت رو دیلیت میکنم شما مثلا میخواین که این لایه دلیت شد اینا بچسبن به این کنار خب بچسبن به همین گوشه لایه شما اگر اینو انتخاب بکنید مثلا میان در بخش ادیت دیلیت رایپل این رو بزنید در واقع میاد کلش رو دیلیت میکنه لایه لا یارم میچاسونه به هم گزینه مهمیه همونطور که خدمتتون عرض کردم حالا ما راست کلیک هم بکنیم اینجا ما دقیقا همین رایپل دیلیت رو داشتیم که اگر شما شیفت و دیلیت رو بزنید همین کار رو انجام میده اگر شما دیلیت نورمال بزنید صرفا لایتون رو دیلیت میکنید توی تایم لاین خب این هم از این و در نهایت مثلا توی بخش ادیت شما سلکت آلو دارید آقا مثلا من اگر بیام روی خود تایملاین کلیک بکنم بیام در بخش ادیت سلکت آلو رو بزنم میاد کل لایران رو انتخاب میکنه اگر توی پنجره پروجکت باشم و این پنجره پروجکت دورش آبی باشه بیام در بخش ادیت و سلکت آلو بزنم میاد کل اینا رو انتخاب میکنه خب چه کاری کنترل ای بزنید دیگه دی سلکت آل میاد کلش رو دی میکنه خب و یه گزینه خیلی 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 مهمی که اینجا وجود داره از ریموو آن هست این ریموو آن یوز چیه مثلا شما فرض کنید که 100 تا 200 تا 300 تا مثلا فایل توی پروژه وارد کردید خب آقا اینا منابع میبره اینا آقا پوست سیستم رو میکنه خیلی بی سر اگر شما در این بخش ریموو آن یوز رو بزنید کل فایل هایی که توی خود همین ها هست رو خب و از طرفی غیر قابل استفاده است توی هیچ جایی استفاده نشده توی هیچ جای استفاده نشده یعنی آقا هیچ توی این سکانسی که مثلا ما یه دونه داریم اصلا استفاده نشده میاد کلش میزنه حذف میکنه الان وقتی پنجره ویدیو رو باز ای کلی اینا رو زده حذف کرده عکس خالیه موزیک خالیه افکت خالیه ای همه رو زده حذف کرده من کنترل زد میزنم همش به حالت طبیعی خودشون برمیگردن این ریموو آن خیلی مهمه عزیزم خیلی خیلی مهمه که در واقع شما بتونید روی کارتون مدیریت داشته باشید کیبورد شورتکات کات رو داریم عزیزان حالا میگم من از این گزینه‌ها واقعا خیلی رو دارم اسکیپ میکنم چون الان واقعا تایم خود اون کار نیست کیبورد شورتکات رو روش کلیک میکنم و از طرف اینجا ما شورتکات های پریمیر رو داریم شورتکات کات اون کلیدای های میانبر کار رو ما داریم که مثلا واسه در واقع اینجا وقتی اسکرول کنم واسه همه این گذین هایی که توی خود پوشا هست روی پریست ها هست واسه خیلی از چیزها خیلی از چیزا حالا پریست ها و افکتور رو نگم اینجا کلید و شورتکات وجود داره که شما در واقع میتونید برای اونها شورتکات تعیین کنین به چه شکل مثلا آقا من برای این که مثلا این سلکشن تول فعال بشه دوبار روش کلیک میکنم که در واقع هایل... دلیتش میکنم دو بار روش کلیک میکنم که این هایلایت بشه و مثلا کنترل شیفت و مثلا تی مثلا اینجا کنترل شیفتی رو میذارم و در نهایت مثلا یه دونه ایرور میگه میگه آقا قبلا ما کنترل شیفتی رو برای یه چیزی استفاده کردی یا حواست هست مثلا اگه روز روی همین گزینه مثلا اه اوکی مثلا من کلیک بکنم این دیگه ایرور به من نمیده و دیگه از این به بعد اون کاری که کنترل شیفتی قبلا برای من انجام میداده دیگه الان انجام نمیده خودم من این رو کنسلش میکنم و در نهایت مثلا میام از این بخش اون رو در واقع خود ریستش رو میزنم که حالا برای ریست کردنشم شما شما وقتی من در این بخش روی ادو پریمیر پرو دیفالت بزنید کنن همه چی به حالت طبیعی خودش برمیگرده و من این قضیه رو کنسلش میکنم صورت کلی فقط در که اینجا شورت کادایه. کار شما هست کلیپ اگر شما تو تایم مثلا یه دونه کلیپ دو تا کلیپ و البته حتما باید تایم لاینتون فعال باشه دورش آبی باشه خب وقتی ببین در بخش کلیپ فعال باشه خب یه سری گزینه‌ای داریم آقا رینیم میک ساب سی... ساب کلیپ ساب سیکانس هم گزینه‌ای که ما وقتی راست کلیک می‌کنیم روی خودش رو اینجا خواهیم داشت اینجا خواهیم داشت مثلا آقا هم همین اینیبل گروپ لینک یه گزینه تا... که یه گزینه بود که در واقع بسیار بسیار گزینه خوبی بود و من مجبور شدم ازش رد بشم گزینه سینکرونایز بود این گزینه که در واقع اینجا برای ما دیزل به هست چیکار میکنه؟ خیلی گزینه مهمیه اگر شما دو تا فیلم دارید صداهاشون تو مایه همه و میخواین که یه طوری باشه خب که صداهاشون زیر هم قرار بگیره فیلم آقا دقیق زیر هم باشه زیر هم یعنی از جهت صدا مثلا من اینجا آقا بیا مثلا براتون مثال ویدئویی بزنم حالا مثال دقیق نیست ولی خب مثلا شما اینجا دو تا فیلم دارید دو تا فیلم دارید خب اینا از دو تا دوربین مختلف هم ضبط شدن خب من میارمش بالا این رو هم میارمش این پایین تا برای من باز ترک صدا درست بکنه اینا رو میارم زیر هم آقا میخواین که صدای این دوتا دقیقا زیر هم باشه فیلم ها دقیقا صداشون زیر هم باشه برای اینکه فیلم ها آقا یک جا با هم پلی بشه میدونید امیدوارم منظور من متوجه شده باشید که صداهاشون دقیقا آقا با هم پلی بشه صداشون کنار بدون دیلی و تاخیر پلی بشه شما اگر راست کلیک بکنید اینجا گزینه سینکرونایز رو دارید میاد در این بخش این رو میذارید روی آدیو میکس دار روی گزینه اوکی بزنید صداها رو میاد برای شما خود فیلم ها رو با توجه صداشون میاد و برای شما میچینه گزینه خیلی مهمیه برای بحث ادیت بالاخص مثلا حالا ادیت های فیلم حالا مثلا چند دوربینه و اینها به صورت کلی که خیلی با همون ملتی کامرای پریمیر در واقع شبیه همه که ما در واقع تو که تو جلسه قبلی خدمت عرض کردم توضیحاتش رو تو یک ویدئوی در واقع خدمتون عرض کردم این حالا های خود پنجره کلیپس بود که های مهمیه همونطور که عرض کردم بعد تایم فعال باشه چند تا کلیپ هم انتخاب بکنید تا در واقع کارش پیش بره خب من بیام این هم دوباره بندازم روی همین عادت کرده بودم که این همین بالا باشه خب میام در بخش سیکونس عزیزان شما این بار باید یه سکانس فعال داشته باشید روی بخش سکانستون مثلا من اینجا الان کلیک میکنم روی بخش سکانس اینجا یه این سری گزینه‌ای داریم ازان که گزیناش خیلی مهمه رندر افکت این اوت بعضی وقت هست که افکت های شما خب جی پی ساپورت نیست یادتونه توضیح دادم دیگه جی پی ساپورت نیست شما اگر روی این گزینه کلیک بکنید یه پروسه ای داره کمی طول میکشه و در نهایت میاد فیلم شما رو یک پریویو یک پیشنمایش به شما نشون میده اینجا نوشته رندر اما رندر که نیست در نهایت خروجی فیلم که به شما تحویل نمیده صرفا توی نرم افزار میتونید ببینید اگر شما مثلا یه دونه آی او این اوت توی کارتون داشته باشید مارک این مارک اوت توی کارتون داشته باشید میتونید مثلا رندر این اوت بزنید و فیلم شما از این بخش الان یه دونه نیمچه رندر میگیره برای اینکه اگر مثلا میگم از لایه‌های زیاد از چیزهای زیاد استفاده کرده باشید بتونید یه پریویو از کلیپتون داشته باشید میام داره در بخش سیکونس رندر آدیو اگر شما صدا توی پریمیر وارد کردید صدا مثلا موزیک صدا کمی هم اکسپندش میکنم کلید آلتو میگیرم روی این ترک روی همین بخش خالی یک کلیک میکنم در دوبار هم کلیک بکنید این کار رو انجام میده یه کوچولو این بخش باز میشه اگر این صداها وجود نداشت یعنی چی یعنی آقا مثلا این ویوای صدا رو که میبینید تو فیلمتون نبود تو تایم نبود خب چیکار کنیم میان در بخش سیکونس و رندر آدیو رو میزنید صدای شما رو پیدا میکنه یه دور رندر میگیره و در نهایت میتونید ببینید حالا اگر شما چندین تا رندر گرفته باشید بخواید دیلیتشون بکنید چون اینا رندرها جا میگیره شما وقتی بیان در همین پنجره خود پوشه کارتون اینها جا میگیره ایزان اینها جا میگیره مثلا ببینید الان این پنجره پروژکت من هست این در واقع برای ضبط صداست ویدیو ادو پریمیر پرو کپچرد ویدیو الان هیچی این پریویو که شما در واقع از این بخش میگیرید میاد اینجا کل پریویو های کارتون میاد اینجا که بعضی اینا خب حجم میگیره مثلا الان این 4 چور تا 4 5 ویدئویی که ما الان داریم خیلی آسون انداختیم روی کار الان 85 مگ جای گرفت خب به خاطر همین همیشه دقت کنید که این رندراتون رو اگر نخواستید پاک بکنید اسنپ تایم لاین رو داریم عزیزان حالا میگم اینا خیلی هاش دیگه واقعا زوم این آقا مثلا این زوم اینه مثلا شما با استفاده از حالا خود چیز زوم اینو میتونید داشته باشید زوم اوت رو میتونید داشته باشید با کلید مساوی و کلید منها در واقع میتونید کار زوم این و زوم اوت رو داشته باشید اپلای دیفالت ترانزیشن اپلای ویدیو ترانزیشن کنترل دی کنترل شیفت دی. اینا رو که توضیح دادیم قبلا دیگه میگم اینا خیلی هاش از اون دیگه تکراریه و خودم من هی تو چش من نمیاد اینها لینک سلیکشن در طبی وقتی شما مثلا یه دونه فیلم و صدا مثلا میارید اینا اتومات ما هم لینک باشه لینک نباشه میک ساب سیکونس آقا مثلا از این چیزی که ما داریم میدونه ساب سیکونس درست بکن این گزینه خیلی مهمی وجود داره این گزینه خیلی باحاله خیلی باحاله اوتو شما یه دونه ویدیو دارید مثلا 16 به برای مثلا تلویزیون ساختید میخوام اون رو حالت استوریش بکنید حالت حالا استوری که نگم هم حالت عمودی داشته باشید نه به 16 داشته باشید روی گزینه اتو ریفریم کلیک بکنید اینجا میگه سکانس نیمت اسم سکانس چیه مثلا آقا ما میذاریم همین ورتیکال اینجا باید تارگت اسپک ریشیو رو داشته باشیم 9 به 16 یعنی آقا این فیلم که ما که الان مثلا مستطیل افقیه یعنی میخوایم عمودی باشه خب میشه ورتیکال 9 به 16 حالا میگه این مثلا کلیپتو نست بکنم نست نکنم دونت نست بزنید میگه زیک کریت بزنید الان من دیدون سکانس جدید درست کرد خب حالا من راست کلیک میکنم روی خود سکانس رو هم راست کلیک بکنید اینجا یه سری گزینه‌ای داره که من در نهایت وقتی مثلا روی خود همین ریویل سیکونس این پروژه بزنم میاد در واقع اون رو به سکانس من رو در واقع نشون میده این گزینه رو تو جلسه پیش فراموش کرده بودم که الان دیگه خوبه کلوز پنل آن لایک کلوز اودر پنل اگه چندین تا پنل داشته باشید همه رو غیر از همین پنلی که الان توش هستید کلوز میکنه و در نهایت همون گزینه که خدمتتون عرض کرده بودم مثلا کیت سیکونس این پروژه وقتی بزنید بیاد مثلا اون سکانسی که الان هست رو آقا توی خود پروژکتتون نشون میده خب کار نداریم روی گزینه پلی که بزنم الان به صورت در واقع ای ببینید الان اومده مثلا این پیرنسفیده رو برای من خودش اتومات تشخیص داده الان این یکی رو خراب کرده این یکی رو حالا مثلا حرکت خوبی روز زده الان دست رو ببینید دست میره و در نهایت به این شکل میشه این اتومات خودش کار رو انجام میده یه سری گذنه دست هست که میتونی در واقع تنظیم کنید آقا از اول آنالیز کن اجاز پوزیشن به صورت دست خودتون پوزیشن رو تغییر بدید و گزینه‌های مختلفش که معمولاً بینی اوتوری فریمه یه طوریه که خیلی از اوقات دقیق نیست واقعا حالا امیدوارم توی ورژن 2024 2025 این حرکت فیکس شده باشه ولی الان ببینید چقدر خوب این آقا پسر رو مثلا که داره میدوه تشخیص داده ببینید توی ویدیوهای اینستاگرامی هم یقینا دیدید که مثلا وقتی فوتبالیستا دارن میدون و اینا در واقع خود سوژه رو داره نشون میده این دقیقا با همین اتوری فریم پریمیر هست من راست کلیک میکنم ریویل این ریویل این پروژه و این اتوری فریم رو از بیخ دیلیت میکنم پس این هم بود از پوشه در واقع سکانس هامون مثلا ما ها میدونه سیمپلیفای سیکونس هم داریم وقتی روش کلیک بکنم اینجا میاد آقا این خود سکانس ما رو به صورت دقیق سیمپلیفای میکنه آقا ساده سازی میکنه خلاصه مفید ساده سازی مثلا شما یه بار هست که کلی لایه دارید کلی چیز هست کلی ترک دارید میخواین که آقا سکانستون خلاصه و مفید باشه با استفاده از سیمپلیفای سیکونس یه گزینه سیمپلیفای که بزنید میاد برای شما یک سکانس جدید درست میکنه و همون پروژهتون رو همون سکانستون رو ترتمیز شده به شما تحویل میده خلاصه مفید ترتمیز شده به شما تحویل میده عزیزان اترک دیلی که در واقع برای همین بخش کناری بود رد میشم ازش مارکرز آقا مارک این مارک اوت همون آی او بود آی او همونا دقیقا ما در بخش مارکرز داریم مارک این مارک اوت مارک کلیپ مارک سلکشن همه اینا گو تو این گو تو اوت کلر این کلر اوت همونه دیگه همه اینا هم همین هم هم جلسه پیش دادیم دیگه اد مارک مارک جدید اگر چند تا مارک دارید برو مارک بعدی برو مارک قبلی و همون گزینه ها دیگه همون گزینه ها دیگه خب من چی رو توضیح بدم همش تکراری اما 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 ما یه گزینه‌ای داریم که بسیار بسیار مهم هست گرافیک اند تایتلز این گرافیک اند تایتلز چی هستن پریمیر از یه زمانی به بعد فکر کنم از ورژن 2019 بود یا 2020 خب ما الان داریم ورژن 2023 رو با هم کار میکنیم پریمیر اومد و یه حرکت خیلی انقلابی زد خیلی انقلابی اونم چی بود فایل آماده های پریمیر شما اگر مثلا الان سرچ بکنید دانلود فایل آماده متن پریمیر دانلود 700 پروژه فلان بسار آقا اینا چقدر خوبه حالا من تایم کد اصلا رد میشم میام پرشین جی اف اسکرول میکنم میام پوینتر چقدر چه چیزاش قشنگه آقا اینا رو کجا میشه استفاده کرد اینا چیه خیلی از این چیزها عزیزان این چیزهایی که در واقع شما میبینید این های آماده که اینجا وجود نیست مثلا شما با فرمت پی آر فلان بسار اینا منتها خیلی از همین های آماده پریمیر نوشته آها اسنشیال این اسنشیالا ای دقیقا همین اسنشیالا اینها چی از مثلا این فایل ها رو شما ببینید فرض کنید که مثلا این رو شما میتونید توی کارتون استفاده بکنید متنا رو اینطوری بیاید چقدر خوبه اینا اینا چطوریه مثلا شما از این افکت ها دانلود میکنید از همین فایل های آماده اسنشیال تایتل خب میان از اینا دانلود میکنید میان در بخش گرافیک اند تایتلز اینستال موشن گرافیک تایتل فرمتش چیه فرمتش ام او جی آر خب موشن گرافیکس تمپلیت خب می اون لایه رو انتخاب میکنید به گزینه اوپن شما کلیک میکنید حالا من اینجا چون چیزی ندارم و دانلود نمیکنم و احتمالا هم دانلود نخواهم کرد خیلی به کار من نمیاد وقتی که شما باز دانلودش کردید یه پنجره برای شما باز میشه که حالا ما میایم پنجره از همین بخش ویندوز باز میکنیم ویندوز و اسنشیال گرافیکس میاد در این بخش خب در این بخش اسنشیال که مال مثلا یه دونم تستی میخواستم تو افتر فکت بسازم ببینم چطوری میشه این اسنشیال ها رو درست کرد خب من راست می میکنم اینو کلیر این اوت میکنم رو نباشه اینجا الان در بخش خود اسنشیال گرافیک ما اگر چیزی رو دانلود کرده باشیم خب و از این بخش گرافیکس تایتلز روی گزینه اینستال من بزنم و اون رو وارد بکنم میاد در همین بخش بالا خب خب حالا چیکار میکنه آقا مثلا مثلا من یه چیز خیلی تاپشو که مثلا حالا خود پریمیر داره مثلا این رو میگیرم میکشم روی خود همین پروژم و رها میکنم اینجا میگه آقا یکی از فونتات نیست دا. من میگم فونت مهم نیست بابا بیخیال و الان اینجا ما یک فایل آماده اینجا داریم من نوشته این زرت هیر چی متن تو تایتل تو آقا اسم رو وارد کن خب من میام در این بخش تکست میام اون رو باز میکنم و در واقع دوبار کلیک بکنم روی خود لایم اینجا میتونم متن رو تقریبا بسم الله الرحمن الرحیم کامل بنویسم اوکی دوبار کلیک میکنم سلام و درود مثلا دیگه این همش تستیه دیگه و خب حالا حالا وقتی بزنم برای پلی شدن میبینم که واه متن من اینطوری ظاهر میشه دید چقدر خوشگل در هم عجب چیز شیکی بود مگه نه شما با استفاده از این اسنشیالا در واقع میتونید که یک همچین حرکتای خیلی قشنگ و خوبی روی کارتون بزنید که در نهایت اینا حالت هم میگم فایل آماده داره البته واقعا من بعد از این همه این وقتی که این قابلیت اومده تا حالا سمتش نرفتم من همه اینا رو توی خود افتر افکت تنظیم میکنم میارم و توی خود کار استفاده میکنم کنم، تو خودم درست میکنم به صورت کلی دیگه از فایل اومده خیلی سعی میکنم کمتر استفاده کنم و علی ولی از طرفی شما میتونید استفاده کنید عزیزان ولی از طرفی شما استفاده کنید آقا کارتون سریعتره احتیاج نیست کلی وقت بذارید مثل من نباشید آقا خودتون سعی استفاده کنید لذت کار ببرید خلاصه در این بخش اسنشیال گرافیکس عزیزان شما وقتی ببینید در بخش بروز شما در واقع میتونید که کارتون رو انجام بدید در بخش خود ادیتش هم میتونید این کار رو انجام بدید مثلا من اگر بیام اینجا این فایل رو وارد کنم ارور که داد و خود لایه رو وقتی انتخاب بکنم الان این پنجره ادیت همین بخش اسنشیال همین بخش ادیت اینجا باز میشه حالا مثلا تو اون بخش افکت کنترل میتونم این کارشو انجام بدم یا مثلا از همین بخش ادیت مثلا آقا این لایه رو انتخاب بکنم مثلا از همین بخش دوبار کلیک میکنم روی خود متن اینا معمولا متنیه دیگه مثلا, مثلا سلام حالا مثلا آقا میتونم تنظیماتش هم عوض بکنم بله تنظیماتش هم میتونید عوض بکنید جابجاش بکنید گزینه‌ای که توی خود همین بخش اسنشیال گرافیکس روی خود همین فایل آماده است اینا از اون متغیره همش مثل هم نیست بعضیش ممکنه 20 تا افکت داشته باشه یه چیز سر در گم تو مخ عجیب غریب باشه مثل این بعضی هاش هست که نه ممکنه یه چیز ساده باشه که آقا فقط بشه یه متنی رو توش تغییر داد خیلی نشه کاری کرد اینا بستگی به اون فایله داره اینا بستگی به اون فایله داره واقعا و میگم خیلی هم روش ننوشتن که حالا مثلا همیشه یه چیز خیلی خوب و تاپ و عالی باشه خب به خاطر همین مد نظرتون باشه که این اسشیال گرافیکس ها هست روی بخش بروز شما بزنید و در واقع از این افکت استفاده بکنید دیگه خوب افکت های خوبی آقا بی درد خوب میتونید از اینا استفاده بکنید راست کلیک میکنم کلوز پنل رو میزنم چون که من هیچ وقت از این پنجره میام در بخش ویو ما ویو رو داریم ایزان که در واقع شما اگر یک همین پنجره پروگرام رو انتخاب بکنید و بیاین در بخش ویو یعنی باید در واقع همین حالا سورس یا پروگرام یعنی غیر از تایملاین ویو رو که انتخاب یه سری گزینه‌ای داره آقا همون کیفیت خود پلی بک ما هست همین گزینه پایین رزولوشن ما هست اگر استاب شده باشه میتونید از این بخش هم در واقع اون رو در واقع تنظیمش بکنید خود همین چیز رو خود در واقع همین پاوز رزولوشن رو و میام دوباره در بخش ویو دیسپلی مود داریم که بذارید رو کامپوزیت ویدیو باشه گزینه‌هاش در واقع حالت‌های مختلفی داره که حالا مولتی کامرا و آلفا و اینا فعلا خیلی خوب نیست بخوام اول کار به صورت تخصصی واردش بشیم البته هر شب توضیح داده بودم چی به چیه ماگنیفیکیشن رو داریم همین گزینه که مثلا فیت باشه 100 درصد باشه چی به چی باشه رو دقیقاً در همین بخش داریم اما شو رولرز و شو گایدز رولر خیلی مهمه اون کنترل آر رو شما اگر روی کیبوردتون بزنید در واقع میتونید که توی کارتون خط کش اضافه بکنید و مثلا حالا چون من قبلا اینجا یه, گزینه گزینه رو کلیک کرده بودم در واقع همین گزینه گایز تمپلیت و سیف مرگینز وقتی این رو فعال کرده بودم از همین بخش ویو و گاید تمپلیت این گزینه ها رو در واقع دور این خط ها رو دور کار من پیاده کرده که من جلسه پیش در واقع ویدیو رفرنس دادم خدمتتون که ببینید در مورد خود همین کادر بندی فیلم ها در پریمیر که پیشنهاد میدم واقعا اون رو ببینید منتها گزینه مختلف داریم آقا شورولرز مثلا آقا این خط ما معلوم باشه شو گایدز مثلا خط ما هست خود همین این بالا چپ و راست ما هست منتها میخواین که گایداش پاک بشه همین خط راهنماش پاک بشه خب میزنید پاکش میکنید یا مثلا آقا لاک باشه مثلا آقا کسی نتونه دستشون بزنه میان در این بخش اون رو لاکش میکنید و دیگه نمیتونید هی جا جا بکنید دقیقا مثل خود خطکش پریمیر میمونه ایزان دقیقا مثل خود خطکش خطکش فتوشاپ میمونه از, خدکش خدکش میمونه از که خیلی مهم مثلا ادگاید آقا مثلا پیکسلش کجا باشه جاش کجا باشه رنگش چی باشه و اینها دیگه معلومه دیگه واقعا همه دیگه توضیح دادنی نداره به صورت کلی برای نهایت پنجره ویندوز که ما از آن پنجره ویندوز یک سری از گزینه ها رو داریم مثلا آقا آودیو کلیپ میکسر رو داریم که در واقع خود میکسر همین فیلم های ما هست که ما چون اینجا در واقع الان هیچ فیلمی نداریم که صدا داشته باشه خیلی به درد ما نمیخوره این وسط که در واقع بخوام خدمت رو دوز بدم فقط و فقط برای اینه که ما مثلا الان لول صدای ما که مثلا توی ترک یک ویدیو ما هست چقدر صدا داره که خواستم مهم نیست من میام این رولرا رو پاک میکنم میام رولرا رو پاک میکنم ویو وی البته بذارید اینجا میام در بخش ویو و شو گایز رو دیلیتش میکنم میراست کلیک و کلوز پنل ویندوز آدیو متر آدیو کلیپ سنتر اما یه گزینه هست خیلی مهمه آدیو ترک میکسر کربلا من روش کلیک میکنم خوبی این سکانس ما کربلا هست عزیزان درسته در طبیعی شما وقتی که یه دونه پروژه درست میکنید اینجا ما چند تا ترک صدا هم داریم من میام مثلا اینجا دو تا ترک صدا هم اضافه میکنم خب که اینجا در واقع مثل چیزی بشه که شما میبینید ما در این بخش از زان خود ترک ها رو میتونیم رو کم و زیاد بکنیم مثلا آقا من اینجا تو خودم این پنجره بذار در واقع این رو هم الان ببندمش تو الان توضیحشو میدم تو آقا در واقع از این بخش صداش رو کلا ببندیم یا مثلا صدایی که توی ترک اول هست ترک اول ترک دوم ترک سوم ترک اول ترک دوم ترک سوم دقت بکنید به این ترک ها عزیزان میگم که در نهایت ساب میکس هست که کل خود صداهای کار ما هست صفرش میکنم ما میتونیم که در واقع از آن یه سری تنظیماتی داشته باشیم. آقا مثلا ما از این بخش در واقع این رو کم و زیاد میکنیم آقا مثلا صداهایی که توی صدایی که توی ترک یک ما هست این آقا مثلا بیشتر از سمت چپ پخش بشه ترک دوم از سمت راست ترک سوم مثلا آقا همینطوری حالت ثابت بمونه خب صداهاشو میتونیم آقا کم و زیاد بکنیم از طرفی گزینه میوتو و سولو رو داریم که توضیحاتش داده شده بود که خدمتون که چی به چی هست اما یه گزینه خیلی مهمی که داریم اینه که آقا ما اگر خواستیم که روی یک ترک صدا مثلا روی ترک ویدیو یک ترک صدای یک بخوایم آقا یک نوع افکت اعمال کنیم افکت نویزگیری میان در این بخش شما در واقع با استفاده از این گزینه که اینجا هست یه دونه کلیک بکنید اینجا پنجره براتون باز میشه در این بخش عزیزان در این چند تا چنلی که شما وجود داره در ترک صدای یک عزیزان در ترک صدای یک مثلا میخواین که افکت نویزگیر اعمال بشه از این بخش کلیک میکنید نویز ریداکشن و دی نویز اینا همون افکت صوتی های ماستا اینا هم افکت صوتی مثلا دینویز رو فعال میکنم یه دونه کلیک هم روش میکنم در دو تا کلیک من میتونم اینجا کل ترک صدام رو نویزگیری بکنم خیلی گزینه خوبیه خیلی گزینه خوبیه یا مثلا در این بخش میتونیم ساب میکس ها رو به هم رفت بدیم که اینجا اصلا واردش نمیشم همونطور که گفتم ساب میکس خودش یه پروسه خیلی خاصی داره توضیح دادنش و در نهایت همیشه به سادگی هستم الان کامل میدونید که اودیو ترک میکسر یک ابزار بسیار بسیار عالی هست و من همیشه ازش استفاده میکنم به جایی اینکه بخوام مثلا روی یک ویدیو راست کلیک بکنم نمیدونم بیام مثلا از بخش افکت ها بهش افکت بدم کلی دردسر بکشم میام در واقع اون رو میگم آقا از این به بعد هر چی صدا هست توی مثلا آدیوی یک که من همش نویزگیر داشته باشه خب از این به بعد مثلا صداهام رو میتونم چنلاش رو تغییر بدم مثلا آقا میام چنل رو مثلا اون صدایی که نمیخوام خوام بشه دوم به همین سادگی پنل خیلی مهمیه و از پنل های دیگه ای که داریم مثلا همون اسنشیال گرافیکس بود اسنشیال ساوند بود که مثلا حالا یه سری از در واقع قابلیت های صوتی خود پریمیر هست که ازش رد میشیم اهمیتش مثل خود اسنشیال گرافیکس نیست به صورت کلی اما از طرف مثلا لرنو داریم آها مثلا تکنیکایی که خود پریمیر توضیح میده مثلا آقا شما میتونید در همین بخش لرن میتونید ببینید البته که هرچند شما در واقع اینجا باید کانکت باشید به خود در واقع ادوبی که ما از اونجایی که کلا تحریمیم اینا کلا ازش میشم لومتری کالا داریم لومتری اسکوپ که تو جلسات قبلی خدمتتون تو زدم متا دیتا رو داریم اون متا دیتا دقیقا مثلا همین در واقع فیلمی که ما تو تایم لاینمون انتخاب بکنیم میاد مثلا توضیحاتش رو میده میاد توضیحاتش رو میده که متا دیتا الان بخوام فقط خدمتتون توضیح بدم جزئیات خیلی خیلی تکمیلی خود فیلم است که برای اول کارتون اصلا لازم نیست که حتی بدونید مارکرز رو داریم عزیزان خود همین مارکایی که ما درست میکردیم ام 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 ام, ام. چه روی ویدیو چه روی تایملاین اگر شما روی تایملاینتون مارکر درست بکنید خب از همون علامت ها بود که دوبار کلیک میم جلسه پیش گفتم همین که در واقع اینجا هست اگر شما چه روی فیلم چه روی خود تایملاینتون درست میکنید میتونید از این بخش مارکرها رو ببینید توضیحاتش رو مثلا مثلا من مارکر رو انتخاب میکنم انتخاب شما رو ببینه آها میتونید در واقع مارکرها رو اینجا انتخاب بکنید اما ترچه این باگ پریمیر 2023 که خیلی تو مخه انصافا وقتی که مثلا من میخوام برم یه دونه مارکر قبلی این میاد خود همین خطکش تایملاین رو میاد انتخاب میکنه طبق همون ویدیو و اینا کار نداریم مونتا شما در بخش مارکر زایزان میتونید که مارکراتون رو به صورت دقیق خوب داشته باشید و بتونید اونها رو ادیت بکنید، رو عوض بکنید و چیزهای خیلی مختلف که حالا البته در واقع حالت سورت کردنه که آقا مثلا فقط مارکرای سبز به من نشون بده. یا مثلا فقط مارکرهای قرمز رو من نشون بده این در واقع حالتش به این شکل هست میام در بخش ویندوز پروگرام مانیتور داریم دقیقا او همین چیزی که ما الان داریم روش کار میکنیم همون ویو ما هست پروگرام مانیتور و پروژه اگر ما اینجا همونطور که از چند تا پروژه وارد کرده بودیم اینجا در واقع ما پروژکت اون رو بسیم جابجا بشیم بینش تایم داریم که آقا دقیقا مثلا اگه تایملاین ما بسته شد کلوز پنل مثلا میام در این بخش ویندوز تایملاینو. حالا این تایم کد که تایم کد که در واقع اینجا میاد برای ما یه دونه تایمر درست میکنه من میام تایملاین اگر شما از بیخ بستید کلوز پنل کل پنلش بستید میتونید در واقع بیان از این بخش و دوباره تایم لاین تو رو فعال کنید دوران کلیک میکنم روی خود پنجره روی. روی خود سکانسم tools اگر شما افکتاتون غیر فعال شد یه بار بستیدش جابجا شد و اینا همین قصیم از این بخش شما میتونید اون رو فعال بکنید و اما این گزینه‌های بالا هم که خب خیلی واضحه توی فتوشاپ هم ما داشتیم اینا رو ورک اسپیس محیط کار ما هست اکستنشن اون افکت هست که شما برای کارتون استفاده کردید مثلا شما اگر سرچ کنید اکستنشن های پریمیر بیشتر میشه گفت حالت پلاگین داره بیشتر میشه گفت حالت پلاگین داره که این بار پلاگین ها مثلا حالت های مختلف داره یه بار از که پلاگین ها رو شما دانلود میکنید نصب میکنید و, و باید بعد بین از بخش ویدیو افکس مثلا پلاگین فلانی رو, رو روی کارتون اعمال کنید یه بار هست که نه پلاگینی که دانلود میکنید نصب میکنید میاد در بخش اکستنشن که یک ابزار جانبیه مثلا من یک اکستنشنی که نصب کردم موشن بروه که البته توی خود پریمیر این جواب نمیده نمیدونم چرا نوشته نوشته واسه فور افتر افکتس این برای افتر افکت اما خب برای پریمیرش هم بود که در واقع میشه شما از همین اکستنشن موشن برو رو هم حتما استفاده کنید خیلی خوبه سرچ کنید دانلود پلاگین موشن برو برای پریمیر یکی از پلاگیناس که در واقع بهتر بگم اکستنشن که خیلی چیز خوبیه مثلا از این ترنزیشن ها به شما تحویل میده و چیزهای خیلی خوبی که شما میتونید توی کارتون استفاده بکنید عزیزان اما این بود از کلیت خود نرم افزار جلسه بعدی ان شاء میخوایم بریم سراغ خروجی گرفتن خروجی گرفتن خیلی کار لذت بخشیه بعد از اینکه شما کلی ویدیو درست کردید کلی کارت تان بنتون کردید تا ان بریم ادامه جلسات پایانی و به دوره رو ان به اتمام برسونیم خوشحال هم که تو این ویدیو در خدمت شما بودم پلیلیست خود دوره هم در دیسکریپشن هست که بتونید بی درد سر و خوب کل دوره رو ملاحظه بکنید و اگر که دوست داشتید ویدیو رو خوشحال میشم که برای دوستان آشنایتون بفرستید که انشالله اونها هم استفاده بکنن موفق و معید باشید در فناه حق خدایا رو نگهدار شما باشه